دیگری هم داریم حسین آقای پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژی آقای آقای توضیحات همکارم هم اشکان رو شنیدین که توضیح داد که چه اهدافی رو اونجا مورد حمله قرار دادن اما بیشتر از شما بشنویم چرا این حمله هایی که منتسب میشه به اسرائیل الان افزایش پیدا کرده آیا واقعا دنبال این هستن که بازوهای لوجستیک جمهوری اسلامی رو اونجا قطع بکنن؟ درود به شما و مردم به ایران خب خبرنگار شما نکات مهمی رو بهش اشاره کرد به نظر می رسه که تصویر بزرگ نگاه بکنیم ادامه تلاش های جمهوری اسلامی برای تثبیت حضور نظامیش در سوریه و ارسال سلاح و مهمات از سوریه به کرانه باختری و به لبنان برای استفاده حزب الله در جنگ با اسرائیل از اصلی ترین دلایل حمله اسرائیل هستش به مواضع جمهوری اسلامی در سوریه هنوز میگم جزئیات دقیق هم اشاره شد وجود نداره که دقیقا چه اقدامی رو اسرائیل انجام داده و احتمالا حمله موشکی بوده به یک سامانه پدافندی یا یک دپو تسلیحاتی و مهمات نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه ولی این سومین حمله اسرائیل هستش از آغاز سال جاری میلادی فقط به بانیاس در ماه مارچ گذشته یعنی چهار ماه پیش هم اسرائیل ها یک حمله بزرگی را انجام دادن که در اون حمله در بانیاس چلو تن از نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی و کشته شدن بیش از 20 نفر زخمی شدند در ماه می و جوان هم در همین بانیاس اسرائیل حملاتی را انجام داد طبق آماری که وجود داره بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه از آغاز سال جاری میلادی اسرائیل 36 حمله هوایی به مواضع نیروهای جمهوری اسلامی انجام داده که در این حملات حدود 23 تن از نیروهای قدس و سپاه کشته شدند بالای 12 15 تن از فرماندهان عالی رده و ارشد نیروهای قدس و سپاه بودند ولی این که زوم کرد چرا اسرائیل روی بانیاس به نظر من برمیگرده احتمالا به تلاش جمهوری اسلامی برای گسترش نفوذ خودش و حتی کنترل بندر بانیاس و این بندر هم بسیار استراتژیک از شمال در واقع پایگاه در شمال اونجا پایگاه هوایی روسا در لازیه قرار داره و در جنوب هم پایگاه دریایی نیروهای روسیه در ترتوس و جمهوری اسلامی سعی میکنه که سلاح بفرسته قاچاق سوخت بکنه و بتونه که در جنگ حماس و اسرائیل از اونجا به عنوان کریدور انتقال تسلیحات استفاده بکنه که اسرائیل در با این امر مقابله میکنه آقای آقای تنش ها بین اسرائیل و لبنان هم افزایش داره پیدا میکنه فکر میکنید که چقدر باید منتظر باشیم که حملات به سوریه هم افزایش پیدا بکنه همزمان با این تنش ها خیلی کوتاه ممنون میشه ببینید ما بام یعنی استراتژی اسرائیل جنگ در میان جنگ ها هم در سوریه هم در لبنان در جنوب لبنان ادامه پیدا خواهد کرد اگر آتش بس موقتی برقرار بشه در قضیه ممکنه که کاهش پیدا بکنه شدت حملات ولی به صورت کلی این ادامه خواهد داشت ولی با انتصاب پزشکیان به نظر من گام بعدی اسرائیل از اینجا به بعد و گام بعدی جمهوری اسلامی هم در رابطه با بود منطقی و هم به طور مشخص در رابطه با برنامه اتمی بسیار مهمه نگرانی اسرائیل هست این مداخلات منطقه جمهوری اسلامی ولی من فکر میکنم به تدریج اسرائیل نگرانی بیشتری روی برنامه اتمی جمهوری اسلامی پیدا خواهد کرد و سعی میکنه که از تشدید عملیاتهاش در سوریه و لبنان و در منطقه جمهوری به جمهوری اسلامی سیگنال بده که ازمش جز هست برای مقابله با تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی تا وادار کنه جمهوری اسلامی رو یا به مذاکره دادن حداکثر امتیاز در برنامه اتمی خورشی بستگی داره که آیا خامنه ای در واقع وارد فاز مذاکره میشه با قرب موزه روسا چه از پیچیدگی‌های زیادی رو داره ولی به حال تا قبل از اکتبر 2025 که مکانیزم ماشه مهلتش وجود داره اگر قرار باشه مذاکره انجام بشه صورت میگیره در غیر این صورت به نظر من ما شاید تشدید تنشها ممکن ممکنه در منطقه باشیم به خصوص در رابطه با بعد اتمی و اقدامات اسرائیل علیه علیه جمهوری اسلامی در بعد توسعه برنامه اتمی جمهوری اسلامی حسین آقایی ممنون از حضورتون در این گفتگو